با سلام خدمت دوستان عزیز، امروز میخوام راجع به هرس بونسای ناربند که خیلی دوستان از ما خریداری کردن و سوال میپرسند خدمتون یه توضیح کامل رو بدم که این رشد شاخ و برگ ها به چه صورت باید هرس بشه. من لازم به توضیح که این نکته اولیه خدمت بگم، بونسای رشد قدی نداره، یعنی اینکه این تنه بلندتر نمیشه و این فرم همیشه میمونه و تنه فقط زخیم تر میشه. رشد بونسای به این صورتی که این شاخی که ازش منشعب میشه این سال به سال زخیم تر میشه و جزو تنه میشه و شاخهای اضافی میزنه. حالا این فرم کلی که هسته شاخهای اضافی ازش خارج شده باید هرس بشه. ما میخوایم به این فرم درات، یعنی حالا طبقه طبقه و زیبا. نیاز نیست شما استرسی داشته باشید. شاخهایی که میبینید که از بلندتر شده و از مجموع شاخ و برگهای دیگه جدا شده، اونا رو با یه قیچی کوتاه میکنید و فقط این فرم مثلث شکل رو همیشه باید حفظ کنید که زیبایی خودش همیشه حفظ کنه. مثل آرش کردن مو میمونه، شاخهای اضافی ازش جدا میشه. یه مسئله مهمی هم که من خدمتون باید عرض کنم اینه که ناربن عاشق هرس شدنه و فصل خاصی هم نداره. هر زمان که شما شاخهای اضافی رو دیدید میتونید اینا رو هرس کنید. زمانی که شما شاخه رو شروع به هرس میکنید و قطع میکنید، از اون قسمتی که قطع شده اکسین ها میدوه میرن پایین، اون هورمون های شاخه‌زایی، و شاخه تحریک میشه به جوون زدن جدید و با این عمل شاخه ها پرتر و توپتر میشه. اینجا یه توضیح بدم. ببینید، برگایی که از یه شاخه روش میکنه به صورت چپ و راسته. شما هر قسمت از شاخه رو که قطع میکنید، اون جهتی که آخرین برگ مونده شاخه جدید روش میکنه به این صورت. مثلا سمت چپ باشه به سمت چپ روش میکنه، اگر جهت برگتون به سمت راست باشه به این صورت. پس این هم مد نظر قرار بود. جاهایی که برگا به اون جهته، به اون جهت جوون جدید روش میکنه و این به درد زمانی میخوره که شما یه قسمت از بونسایتون خالیه، میتونید نسبت جهت برگ اون قسمت رو هرس کنید که جوون جدید از اون
بتونن بونسای خودشون هرس کنن و یه بونسای زیبا و شکلی رو همیشه داشته باشن. و این هنر زنده دائما نیاز به همچین رسیدگی هایی داره. اینم برگاهی که هرس شد میریزیمش دور و دوتا بونسای با فرمای یکسان و شکل متفاوت. ممنونم از همراهیتون.